از آغاز سال روان تا کنون 132 هزار تن مهاجرین افغان به گونه انفرادی از کشور ایران به طور اجباری و داوطلب وارد نیمروز شدند. مسئولان در ریاست عودت مهاجرین این ولایت میگویند بیش از 2500 خانواده نیز از کشور ایران به افغانستان برگشتند. شماری از این مهاجرین از مشکلات فرارویشان در کشور ایران سخن میگویند. رضا امینی گزارش میدهد. همزمان با وضع تحریم ها بر کشور ایران، روند آمدن مهاجرین افغان از این کشور افزایش یافته است. از آغاز سال جاری تا کنون نزدیک به 145 هزار مهاجر افغان تنها از مرز نیمروز وارد کشور شدند. از این میان 132 هزار تن به گونه انفرادی و 2700 خانواده به گونه داوطلبانه و اجباری ایران را به مقصد افغانستان ترک کردند. جمله از یا میشه 2685 فامیل و در بخش فامیل های مجردین میبخشی اجباری تقریبا 94753 نفر اجباری داشتیم و 37761 نفر داوطلب داشتیم که جمله از یا میشه 134486 نفر. به دلیل پایین آمدن بهای پول ایران و افزایش نرخ بیکاری در آن کشور، افغان‌ها از ماندن به ایران بازگشت به کشورشان را ترجیح دادند. این مهاجرین بازگشت کننده که به دلیل بیکاری‌ها افغانستان را ترک کرده بودند، اکنون از مشکلات فراراه مهاجرین در کشور ایران سخن می‌گویند. از مرز ایران می‌آییم، کلن ما را چور کردن، داومون زدن، دشنام دادن برامون، پولامون را به زور گرفتن، نانمون را دادن، چندی شبه دوردگاه ها بسته بودیم، دیگه از این بدتر که نمیشه با. چند وقتی بودیم، پولش دیگه پایین اومد، دیگه همه چی پیرون بود، نمیتونستیم. الان راهمون خیلی اذیت میکنه، اصلا پولمون ورداشته، همه دیگه این مشکلات ها زیاد داشتیم اومده. آنگونه که مسئولان در ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان نیمروز میگویند، روزانه نزدیک به 3000 تن از مرز نیمروز وارد کشور میشوند. این مسئولان از نبود امکانات کافی برای سهولت عودت کنندگان در نیمروز سخن میگویند. رئیس امور مهاجرین در این ولایت میگوید به تازگی کار اعمار یک ساختمان برای راحتی عودت کنندگان به ارزش 600 هزار دلار آمریکایی آغاز گردیده است. تقریبا از 70 تا 80% کارش تکمیل شده انشاءالله و تکمیل شدن است. تقریبا پیش هم ما گفته بودیم که این 3 تعمیر داره، یک تعمیر برای داریس، یک تعمیر برای نماز خواندن یا مسجد و تشنابای هم مردان هم زنانه و دیگه تعمیر که او تعمیر بخش کلانش است. با اینکه روزانه هزاران تن از مهاجرین افغان از کشور ایران وارد افغانستان می شوند، اما به دلیل بیکاری، فقر اقتصادی و ناامنی ها روزانه به همین پیمانه افغان ها به گونه قاچاقی این کشور را ترک و راهی ایران می شوند.